من دیروز اومدم برای اینکه پدرمو هر روز میبرم تهران، بعد مشکل داره، ناراحتی داره که میرم میام جریمه نخورم، که حالا امروز خوشبختانه نامه رو دادم این آقای اللهیاری، گفتن واسه جوابشو بدم. اما برای یه کار دیگه هم که میرم تهران کار میکنم، جنسای یه مغازه رو میبرم میارم، برای اون که حداقل میرم میام جریمه نخورم، اونم نامه نوشتم ولی فعلا جوابی نگرفتم، حالا تا ببینم. من عرضم رو تمام کنم بعد فردا شما بسیدید. من متوجه شدم شما رو جریمه کرد. عرض بنده اینه، انا از تالی فرمودید با قداست فرمودید که اشکال نداره، ننهایت دارید. 10 دقیقه یکی از همکاری که شما زیر نظر شما بودش که آقا کجا درخواست بود، گفتیم چشم. کی تقدیم میکنین؟ گفتن آقا 24 ساعت، گفتیم چشم. گفتیم آیا عطب ما سبق میشه میمال دیروز بشه وقتی احراز و هویت بشه من برای تو قزمینم؟ گفت نه، دیروزی ها جریمه میشن. ببینید اینا تقایم و تناقض گفتمانی به من بذارید. خدمتتون عرض کنم که اومدم اینجا فرمانده های طبق رسانه های گروهی که اعلام کردن برای تردد ماشین های غیر بودی، چون من ماشینم اینا که غیر بودی خواستم اینم آیا مجازم که تو سطح بستان تردد کنم؟ یه لحظه فرمودن که بله باید شما درخواست بدید، احراز و هویت بشید، محل سکونت، محل اشتغالتون، علاین حال بلامانه با دادن یک کارت تردد. بعد یکی از آقایون که مسئول بودن فرمودن خیر، 1 ساعت پیش جلسه مصوب شد که ماشین هایی که پلاک های غیر بومی استان رو دارن با توجه به تردد تا ساعت 9 شب در اون استان قزوین بلامانه. الان اومدم اینجا یه حالا بگم شب اون کار کردم شبه، الان اومدم یه به من مجوز نمیده شخصی قزوینه، 18 سال مثلا جنی شبه بیکارم. آره 9 تاشی من تو دانشگاه آزاد به اونجا کار میکنم، 18 تاشی تو دانشگاه داری کار میکنم، مسابقه یاد اتوبوس بیاد اونجا داخل چه امراض برای منستان در الان میگه تو آقا برو بزر دوزی کن، این هم خواب ببرم بگم دیگه، من هم درامت ندارم چرا کنم میگه 18 تاشی کار مسابقه یاد میکنم، الان من مدازه مدازه چیچی نمیخواب بدم تکی من چیه درخواست نمیدن که بگم برو کاری نمیخون بکنیم، خب بگی تکی من چیه 36 تاشی نم اونبار هر کی یه چیزی گفت، هم آقای فرماندار اومد گفت پلاکه که من پلاک تهران آقای میدونم داخل شهر تردد داشته باشم، آقای فرماندار که از راه رسیدن گفتن اجتماع نکنید، پلاک تهران و شهرستان دیگه میدونه تردد کنه از صبح تا 9 شب، اما بعد از 9 شب نمیدونن تردد کنه. ما از ایشون ممنونیم.